باغ دولت آباد. بی تردید یکی از شگفتی‌های شهر یزد باغ دولت آباد است. دولت آباد از قدیمی‌ترین باغ‌های ایرانی و دارای آوازه جهانی است و بیش از 260 سال قدمت دارد. این باغ با مساحتی در حدود 7 هکتار شامل ساختمان‌ها، حوض‌ها و آبنماهای بسیاری است. این باغ عمارتی سکونتگاهی حکومتی به حساب می‌آید. باغ دولت آباد یزد در اواخر دوره افشاریه در سال 1160 هجری قمری توسط محمد تقی خان بافقی، معروف به خان بزرگ که سرسلسله خاندان خوانین یزد بود، احداث گردید. وی ابتدا قناتی به طول 65 کیلومتر را احداث نمود و آب آن را از مهریز به یزد و محل کنونی باغ دولت آباد رساند و سپس مجموعه دارالحکومه را بنا کرد. زیبایی درخت‌های سرو، کاج و بوته‌های گل سرخ همراه با فانوس‌های تزئینی که به شکل متقارنی در اطراف حوض این باغ و در جوار رفیع‌ترین بادگیر دنیا که 33 متر ارتفاع دارد چشم هر بیننده‌ای را خیره می‌کند. بادگیر بلندی که در انتهای گذرگاه باغ تا میانه آبی آسمان پیش رفته و قد کشیده است. این بادگیر روبروی آبنمای اصلی قرار گرفته و بلندترین بادگیر خشتی در دنیا به حساب می آید. حوض روبروی بادگیر متناسب با بلندی بادگیر است، به طوری که وقتی شخصی در انتهای باغ ایستاده می تواند کل نمای بادگیر را در داخل حوض تماشا کند. این باغ به دو قسمت کلی اندرونی و بیرونی تقسیم می گردد. مهمترین ساختمان باغ عمارت هشتی است که در انتهای محور اصلی باغ و متصل به دیوار جنوبی قرار دارد. در این ساختمان باد و آب داخل حوض‌ها تلفیق می‌شوند و هوای خنک را از زیر بادگیر به قسمت شاهنشین و تالارها انتقال می‌دهند. به دلیل همین خنکای هوا به این بنا ساختمان تابستانه نیز گفته می‌شود. عمارت هشتی در واقع کوشک اصلی باغ محسوب می‌شود و به سبب وجود بادگیر مرتفع آن شهرت خاصی دارد. این عمارت دارای 3 اتاق بزرگ و حوضخانه‌ای در وسط آن می باشد و در طبقه فوقانی یک تالار، صفه و منظر دارد. بهشتاگین یا زمستانه اقامتگاه زمستانی خانواده در باغ بوده و رو به تابش جنوب احداث شده است. فضاهای دیگری همچون حرمخانه، مطبخ، استبل‌های تابستانه و زمستانه، درشکه‌خانه و یک برج دیدبانی و آب‌انبار نیز در اندرونی وجود دارد. عنصر آب در تزئین معماری باغ دولت آباد بیش از هر باغ ایرانی دیگر به نمایش گذاشته شده است و در تمام سطوح آن جریان دارد. این نمایش شکوهمند آب نشان از خلاقیت ذهن معمار دارد که به جریان آب در لایه‌های زیرین زمین و سیراب کردن درختان بسنده نکرده و برای سیراب نمودن روح ساکنان کویر آن را چنین به سطح زمین آورده است. قامت بلند بادگیر دولت آباد نمایی از ژرفای همت و اندیشه مردمان دیرین این دیار است. دیار قنوت و قناعت و قناعت.